خواهران پوپینی، خواهران خواهران پوپینی. آفرین آفرین. این هفته کوک زنانه است. موسیقی جنگ جهانی دوم از پوپینی سیسترز. و جاسمین یا سمینی در صنعت موسیقی بریتانیا. درود، خوش اومدیم به برنامه کوک. برنامه این هفته آهنگی رو از رای توپ و تانک و تفنگ و جنگنده برای شما می روی صحنه. گروه پوپینی سیسترز برای ما یک آهنگ قدیمی زمان جنگ جهانی دوم می خونن، آهنگ سندمن. Mr. Sandman, bring me a dream. و آهنگ سندمن، یعنی کسی که آدم میره تو رویا. برای ما خوندم میان روی مبل قرمز صحبت کنم باشون بابا چی فکر کردین. و الان اومد میرسه به اصل قضیه در این قسمت از برنامه کوک، اخبار موسیقی هفته. مارک لینکوز خودکشی کرد. این خواننده، آهنگساز و شاعر آمریکایی در روز ششم مارس سال جاری در ساعت 1:20 با شلیک گلوله به قلبش خودکشی کرد. مارک لینکوس در دهه 90 گروه اسپارکل هورس را راه اندازی کرد و برخی از مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی روز از جمله تام یورک، پی جی هاروی و تام ویتس با او همکاری کردند. لینکوس سابقه استفاده بی‌رویه از داروهای ضد افسردگی داشت و از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برد. رایان بینگهام 28 ساله اسکار برد. جورج رایان بینگهام که اولین آلبوم خودش رو در سبک کانتری در سال 2006 بیرون داد، خیلی زود جاشو توی دنیای موسیقی باز کرد و به فاصله کوتاه از شروع کار حرفه‌ایش موفق شد جوایز زیادی ببره، از جمله اسکار امسال. رایان برای فیلم کریزی هارت به کارگردانی اسکات کوپر دو تا ترانه خونده بود که یکیش با عنوان The Very Kind اسکار بود.
و حالا در این قسمت برنامه کوک برسیم به پرونده نامه ها و ایمیل های شما، کسانی که به cook@bbc.co.uk نامه زدن، ایمیل فرستادن. خب نامه های زد و نقیض داریم. آرمین جالبه، گفته لطفا با رپرها و خواننده های زیرزمینی گمنام، بعد اسم آورده آبروزی کرده، اوهام، آبجیز و زد بازی، اینا کجا دیگه گمنام؟ اینا معروفن بچه‌ها، حتما مصاحبه کنی و تو برنامه بیشتر از اینا پخش کنی. در حالی که یکی دیگه بچه‌ها اسم علی گفته خسته شدن از شما رپر آوردی تو برنامه، چند تا رپر آوردی؟ بریم با هایپر نووا مصاحبه کنیم که گروه راک زیرزمینی هستن که در آمریکان. چش چش چش، امیدواریم کارو بکنیم به زودی. یکی دیگه گفته که با توجه به اینکه لوگوی برنامه شما، این آر برنامه شما متناسب با برنامه خوب شما نیست، فکر کردم شاید مایل به تغییر آن باشید. در صورت درستی این فرضیه و پذیرفتن پیشنهاد من، میتونید در مورد جنبه فنی لوگو و رنگ آن تصمیم بگیرید. و علیرضا خیلی لطف کردیم اومدی. ببین اصلا شبیه تو هست؟ عینکاشون تقریبا هماهنگی داره و خیلی ممنون. یه عرضه دیگه است، نمیستم تو آهنگ درست کردی. علیرضا گفته نظرتون درباره این آهنگ چیه و اگه میشه پخش کنید نظرتون بدیم، چون این آهنگ ویدیو نداره. از علیرضا خودم براش یه ویدیو درست میکنم، آماده هستیم؟ بزن بریم. بنیدم پشت سر من صحبت بود، اومدم بالو سری چه به سرعت زود. ببین ابتدای ام دارم ابتکار فن، نکو اشتباه بعد چه که پشت کار من زیاده، نمیتونی برسی به بام اون جوری نگاه نکن. از چند سال پیش شروع کردم به رپ کردن، من با بزرگان رپ فارسی سعی کردم و حالا با سبک سوینگ پاپ آنتیک لرزه به اندام بندازین. پاپین سیسترز روی صحنه کوک. که گروه پوپین سیستر دارن آماده میشن، خوشون گرم میکنم برای آهنگ بعدی. در برنامه کوک تلویزیون بی بی سی نگاهی بندازیم به گزارش هفته. چند تا آهنگ ساختم؟ نمیدونم، خیلی. جاسمین تاجیکی، خواننده و آهنگساز جوان ایرانی انگلیسی که در لندن زندگی میکنه. ببینید چه کارهایی کرده و برای پیشرفتش در صنعت موسیقی بریتانیا چه کارهایی داره میکنه. وقتی 7 سالم بود شروع به یادگیری پیانو کردم. مادرم باعثش شد. من پیانوی کلاسیک یاد گرفتم. شونزده
15 سالم که بود به مدرسه هنر و تکنولوژی بریس رفتم و اونجا از نظر عملی به من خیلی کمک کرد. یادم داد که چطور خودم رو نشون بدم و همیشه آماده ای اجرای کارهام باشم. اولین آموخته های موسیقی موسیقی کلاسیک بود، ولی الان موسیقی پاپ کار میکنم. معمولا آهنگا رو پای پیانو مینویسم. همیشه اول ملودیش به ذهنم میاد. گاهی کیبوردم رو به لپتاپ وصل میکنم و همه چیزایی رو که به نظرم میرسه مینویسم و اجرا میکنم. She's lost and he found her. Somewhere between heaven and hell in Tokyo where the sun goes down. This way you'll find her, this way you'll find her. He didn't know her name. She said, why does it matter? I'll still be the same. Something was missing. I was working in the States for sort of the last two. در طول دو سال نیمه گذشته توی آمریکا کار کردم و یکی از آهنگامو به صورت مستقل منتشر کردم که تو بعضی از شبکه‌های رادیویی آمریکا هم پخش شد. ولی خب کار اونجوری نبود که راضیم کنه. حالا برگشتم و دارم سعی میکنم که خودم رو پیدا کنم و کارهایی بکنم که بیشتر به روحیم نزدیکه. فکر میکنم توی این دور و زمونه هم مثل قدیم ها اونایی که مثل من تازه میخوان وارد درس موسیقی بشن باید هر وقت و هر جا و تحت هر شرایطی آمادگی اجرای زنده رو داشته باشن. هنوز هم توی دنیای موسیقی آدم به همون صورت قدیم شناخته و مطرح میشه، یعنی باید یه عده کار آدم رو ببینن و برن پیش بقیه تعریف کنن. خیلی غم انگیزه و من اصلا دلم نمیخواد اینو بگم، ولی حقیقت اینه که برای موفق شدن توی این کار استعداد نقش خیلی کوچیکی بازی میکنه. آشنا داشتن خیلی مهمتره. اگه آدم توی بازار موسیقی کسی رو نشناسه باید خیلی سختی بکشه و به احتمال زیاد فاتحهش خونده است. من خیلی تلاش میکنم. روی پروژه های زیادی کار میکنم که همشون یه جورایی روی جامعه تأثیر مثبت داره. یه پروژه‌ای که الان با دوستان روش کار میکنم اسمش هست با غریبه ها حرف نزن. میخوام سعی کنم وارد نمایش این آقاهه بشم. میریم تو خیابونا و سعی میکنیم به وسیله موسیقی با مردم و مخصوصا با جوانها ارتباط برقرار کنیم و نظرشون رو درباره مسائل مختلف بشنویم. من برای کم هزینه کردن کارهام یک روشی دارم. معتقدم که یک عالمه جوان با استعداد دور و برم هستن که اونا هم میخوان یه جورایی دیده بشن و مطرح بشن. به نظر من اگه ما که در زمینهای هنری کار میکنیم و هممون اول راهیم، اگه دور هم جمع بشیم و به هم کمک کنیم، همگی میتونیم از نتیجه کار سود ببریم و هزینه ای هم نپردازیم. مثلا برای موزیک ویدیوی جدیدی که ساختم طرحش رو من و دوستان با هم دادیم. دلمون میخواست توی مدرسه فیلم برداری کنیم. من به یاد مدرسه‌ای که توش درس خوندم افتادم و فکر کردم که مسئولان مدرسه حتما به من کمک میکنن. باهاشون حرف زدم و همینطورم شد. اونا به هم اجازه فیلم برداری دادن و هر جوری که تونستن کمکم کردن. برای انتخاب رقصنده ها هم چند تا اعلامیه جاهای مختلف گذاشتم و خیلی از جوانهای علاقمند اومدن. من ازشون تست گرفتم و چند نفر رو انتخاب کردم. برای فیلم برداری و کارهای تولید ویدیو هم از دوستای هنرمندم کمک گرفتم. خرج زیادی نداشت. کافی آدم کسایی رو پیدا کنه که به کارش ایمان دارن و اون وقت همه چیز درست میشه. پدر من خیلی ازم حمایت میکرد. بیشتر پدرهای ایرانی شاید خیلی خوششون نیاد که دخترشون توی کار موسیقی باشه، چون سخته و آینده مشخصی نداره. ولی پدر من اینجوری نبود و دلش میخواست که من برای آرزوهام تلاش کنم و به واقعیت تبدیلشون کنم. منم احساس میکنم که باید این کارو بکنم. بقیه فامیل و دوستام هم خیلی دلگرمم میکنم. You blame it all on her school. She blames it all on the love you never gave her. She's going out, 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 out. She's going out. When
you make someone smile, you make them laugh. You know. اگر آخر یکی از اجراهای من یه نفر لبخند بزنه، همون برام کافیه. این یعنی که تونستم خوشحالش کنم، سرگرمش کنم و باعث بشم که مشکلاتش رو فراموش کنه. این منو دلگرم میکنه. و در این قسمت از برنامه کوک وارد مرحله مبر قرمز میشیم. سه تا خواننده، سه تا تقریبا خواهر که موسیقی زمان جنگ جهانی دوم زنده کردن برای قرن 21. خیلی مثبته. خواهران پوپینی. حتی خواهر مثل که نیستین. نه. اما زمانی رو که با هم صرف میکنیم انقدر زیاده که احساس میکنیم خواهریم. چطوری همدیگر رو ملاقات کردین؟ تشکیل این گروه فکر من بود. بعد از اینکه دانشگاهم تموم شد، دلم خیلی برای خوندن توی گروه کوهر تنگ شد. برای همین تصمیم گرفتم که یک گروه همسرایی نسبتاً کلاسیک تشکیل بدم. همون موقع های فیلمی دیده بودم به اسم بل ویل راندوو که اون الهام بخش من بود. حالا فیلمو تعریف نمی کنم، باید خودتون ببینینش. اون وقت میفهمین منظورم چیه. من کیت و استف رو کم و بیش از زمان دانشگاه میشناختم و با وجود اونها شرایط کاملا جور بود، چون اینا آدمایی بودن که هم توی کار موسیقی خوب بودن و هم وقت گذروندن باهاشون لذت بخش بود. منظورشون منو غلط. ولی چی شد که اصلا این سبک قدیمی رو احیا کردین، زنده کردین در قرن 21؟ من فکر کردم که کار جالبیه. به نظر می رسید کار لذت بخشی باشه. ما همگی همسرایی و رقص رو دوست داریم و از این کار لذت می بریم. در ضمن ضرب آهنگ و ریتم سوینگ موسیقیمون هم باعث میشه که از کار لذت بیشتری ببریم. میتونیم سبک سوینگی برسیم؟ سعی میکنیم. نه به اون صورت، ولی ما یه حرکت های انجام میدیم. قدماشو بلد نیستیم. آره، یه حرکت چرخشی مدرن. فهم میکنی علت این که کارتون گرفته چیه؟ چون الان هم دوران رکود اقتصادی و غم زیاد دو دنیا. شاید این حس مثبت این نوع موسیقیه. آره، وقتی ما کارمون رو شروع کردیم رکود اقتصادی نبود. به نظرم مردم کلن دلشون میخواد که خوش بگذرونن و موسیقی ما با اینکه موسیقی سطح بالاییه ولی خیلی پیچیده نیست. ساده و لذت بخشه، ریتم قشنگی هم داره. مردم رو شاد میکنه و به رقص درشون میاره. موسیقی دهه 40 میلادی موسیقی شادی بود که میخواست ذهن مردم رو از غم و افسردگی دور کنه. این موسیقی تا ابد زنده میمونه چون پر از احساس خوشی و شادیه. چرا به این سبک آهنگ جدیدی نمی نویسین؟ همش آهنگ قدیمی رو بازخونه میکنه یا به این سبک آهنگ جدید رو میخونه؟ چرا می نویسین؟ ما توی آلبوم دوممون کلی آهنگ جدید داریم. 5 تا. ما یه آهنگ نوشتیم درباره بیپولی و رویای میلیونر شدن. یکی راجع به رفتن به کلوپای شبانه توی لندن. راجع به موضوعات امروزی مختلفی نوشتیم. وقتی کارمون رو شروع کردیم، باید حسابی مهارت به دست می آوردیم. و بهترین راه برای به دست آوردن مهارت تقلیده. اون اوایل از خواهران اندرو تقلید می کردیم و آهنگای دیگرون رو می خوندیم. ولی حالا خودمون آهنگ می نویسیم. و شما یه جایزه طلایی هم بردین. جایزه گرفتی که از سیدیاتون؟ آره، جایزه صفحه طلایی رو بردیم. فکر کردم می خواهی بگی گلدن گلوب. اگه بود خیلی خوب بود. هنوز وارد کار بازیگری نشدیم. شما به حال لباس طلایی پوشیدین. آره، این لباس ها رو بردیم. خودمون شبیه جایزه ایم. فروش آلبوممون خیلی بالا بود در بریتانیا. وقتی آلبوممون توی جدول پرفروش ترین آلبوم های پاپ بریتانیا قرار گرفت، دهم بودیم. آره، جزو 20 بالای جدول بودیم. خیلی عالی بود، اونم توی جدول پاپ. و حالا موسیقیمون از آهنگای دهه 40 الهام میگیره و داریم یه کار متفاوت میکنیم. 5 سال پیش که شروع کردیم خیلی فرق میکرد. رفتیم صدر جدول پاپ و همینطور جاز و آلبوممون هم خیلی معروف شد. آهنگتون پس توی جدول پاپ تون حد بالا رفته، خیلی جالبه. طرفداراتون کیا هستن؟ جوونان یا سنبالان که جوونیاشون همون جنگ جهانی دوم بوده؟
باورتون نمیشه که ما چقدر مخاطبای متفاوت داریم. بسته به اینکه کجا اجرا میکنیم، تماشاچیامون کاملا فرق میکنن. ما تا به حال برای راکرهای پانک اجرا کردیم، برای مادر بزرگها، برای بچهای کوچیک، برای همجنسگراها، برای همه جور آدمی اجرا کردیم. سپاس خواهران پوپینی که کیت هستش، مارچلا و استفنی. خیلی ممنون با ما بودیم. بازم برام میخونید روی صحنه با گروهش عجب گروه محشری اومدن. و ویدیوتون رو با هم دیگه نیا کنید تو تلویزیون. سلام، سالومه هستم. این هفته بهانه 8 مارس روز جهانی زن، موزیک ویدیوهامون رو از گروه‌های زن انتخاب کردیم. اولیش آهنگ عاشقان از گروه موسیقی مهره که از سال 2007 در ایران کار میکنه و به تازگی یک تور اروپایی داشته. این گروه در حال حاضر توی اسپانیاست و سال جدید رو تو برلین تحویل میکنه. سرپرست و آهنگساز گروه مهر پریچهر خاجعیه و خواننده‌اش هم مهر بانو. عاشقان آمد پس نغمه از آسمان آمد ندا که ما رویان از سلا موزیک ویدیو بعدی کاری از مهمونای هفته برنامه‌مون یعنی خواهران پاپینیه. اسم این ترانه میلیونره که از آلبوم آخر این گروه به نام اوج و فرود رابی وو انتخاب شده. کارگردان این ویدیو الکسی کمپیه و گای روتلش تصویر بردارشه. از موزیک ویدیوهای انتخابی این هفته. با ایمیل cook@bbc.co.uk با همون تماس بگیرین و آهنگای مورد علاقتون رو بهمون بگین. برمیگردیم به استودیو و اجرای خواهران پاپینی. نماهنگ‌ها یا موزیک ویدیوهای هفته رو در برنامه کوک نگاه کردیم. و حالا ببینید روی صحنه چه خبره؟ خواهران پوپینی دارن بیتابی میکنن که آخرین آهنگ امروز رو برای شما بخونن. روی صحنه کوک.
پوپینی سیسترز، خیلی ممنون که اومدین. Thank you so much. برنامه کوک بود دیگه، موسیقی آنتیک سوینگ برامو زدن. با سپاس از آنایتی که گروه انتخاب کرد و تمام بچه پشت صحنه، دیوید ها که فیلم گرفتن، آزاده که ما رو آرایش کرد و همینطور علیرضا و فرهاد، خلاص تعداد زیاد هستن. بدرود تا هفته دیگه و برنامه بعدی کوک.